تا جوڑو نا کوو ستا بساتنا کوو ستا بساتنا کوو وطن ستا د وجود بدر ملنا کوو وطن ستا. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده عزیز السلام علیکم، امید که جور صحتمند باشین. دوستای عزیز، با ادامه پوشش از برنامه های نظم شهری شهرولی کابل، این بار آمدیم در جاده نادر پشتون. قسمی که شما میبینین کمیسیونی که چند پیش ایجاد شده بود که متشکل از نماینده های شهرولی کابل، وزارت اطلاعات و فرهنگ، اکادمی علوم، وزارت داخله ایجاد شده بود. امروز عملا اینا کار خود آغاز کردن به خاطر تنظیم و اصلاح لوحه ها. امو لوحه ها و تابلوهایی که کلمات یا واژه های خارجی درج است و تصاویر غیر شرعی دارن، امروز اینا اینجا آمدن اقدام میکنن و امو تصاویر و تابلو، امو لوحه ها و تابلوها را برمی دارن. دوستای عزیز با ما باشین تا آخر بیننده این برنامه باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د اطلاعات و کلتور وزارت د نشرات و معینیت تر چتر لاندې د لوحو یا د تابلوګانو یا د اعلاناتو د اصلاح کمیسیون وجود لري. په دې کمیسیون کې د کابل ښاروالي، همدارقم د کورنیو چارو وزارت، علوم اکاډمي، مختلفې زیربطې ادارې موږ سره په دې کمیسیون کې شامل دي. د دې کمیسیون د ایجاد هدف او مقصد دا دی چې زمونږ ستاسو چې کوم تابلوګانې دي یا همدا رقم اعلانات دي په بازارونو کې په بېلابېلو ځایونو کې لګېدلي دي، دا زمونږ ستاسو د خلکو په روح، روانو، په فکر باندې تاثیر لري. دوه مهم اهداف دي. یو مهم هدف دا دی چې موږ تاسو خپل اسلامي، افغاني، وطني کلتور وساتو او د بهرنیو ژبو، د بهرنیو اصلاحاتو، د بهرنیو فکر د انتقال مخنیوی وشي، یو دغه موضوع ده. دوم دا دی چې په دې سره زموږ ستاسو ښارونه ښایسته کیږي. نو دغه پروسه الحمدلله روانه ده. دغه کمیسیون خپل د طرزالعمل مطابق چې جوړ شوی دی، رهبری د خوانه منظور شوی دی، د هغې مطابق کار کوي. نو موږ تقریبا مخکې اعلانونه هم په دې برخه کې کړي دي، د رسنیو د لارې، همدارقم د نواحیو او همدارقم مختلفو لارو نه خلکو ته هم دا خبر رسولې ده چې په دې برخه کې خلک زموږ ستاسو دوکانداران دي که د مارکیټونو خاوندان دي، بېلابېلو برخو چې هغې لوحې لري، تابلوګانې لري، په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي. اوس دغه کار الحمدلله موږ تاسو په ساحه کې عملا پیل کړ. او هغه لوحې چې هغه نامناسبه وي، غیر د شریعت خلاف عکسونه پکې وي، همدا رقم داسې تابلوګانې لوحې جوړ کړي وي چې زموږ ساسي عام خلک په هغې باندې نه پوهېږي، خلکو دپاره ستونزه وي، او همدا رقم یا بهرنۍ کلمې پکې ځای شوي وي. نو په ساحه کې به انشاءالله راهنمایي خلکو ته کوو. زموږ غوښتنه د خلکو نه دا ده، د دوکانداران دي، د مختلفو ادارو خلک دي، په دې کې همکاري وکړي. دا زموږ ستاسو ملي دیني مسؤلیت دی. په دې برخه کې ټول مسؤول یو، که خپل ژبه خوندي کوو، خپل فرهنګ خوندي کوو، هغه فرهنګ نه مسؤولین هم دی، هغه د ولس فرهنګ هم دی، هغه د دوکاندارانو، د ټولو خلکو فرهنګ دی. زمونږ فکر دا دی، زمونږ مقصد دا دی چې زمونږ ستاسو افغاني کلتور هغه سوچا پاتې شي، د شریعت خلاف کوم کلمات وي، عکسونه وي، رنګ وي، هغه باید اصلاح شي. همدا رقم تابلوګانې په کمزورو ځایونو کې لګېدلې وي، هغه اصلاح شي. نو په دې برخه کې هم له رسنیو همکاري غواړو چې د خلکو د آګاهي عامه دپاره، د پوهاوي دپاره کار وکړي. او همدا رقم هم د وکیلان دي، که بېلابېلو برخې منشیان دي، د مارکیټونو، د بېلابېلو ځایونو دوکانداران دي، د ټولو نه همکاري غواړو په دې برخه کې چې دا زموږ ستاسو ګډ دینی اسلامي مسؤلیت دی، وطني مسؤلیت دی. په دې برخه کې د ټولو همکاري غواړو. او امید ان شاء الله چې دغه کار به زموږ ستاسو د فرهنګ لپاره، دینی اسلامي فرهنګ لپاره مؤثر تمام شي. جلوگیری از الفاظ بیرونی داشته باشیم به سطح شهر کابل، به سطح کشور عزیز ما افغانستان. امروز ما کار را عملا آغاز کردیم و قبل از این دو بار ما از طریق رسانه ها مردم خود را آگاه ساختیم، آگاهی عامه داشتیم و ما به این مطمئن هستم ان شاء الله العزیز که قسم برنامه های دیگه که امارت اسلامی افغانستان به خاطر تطبیقش اقدام کرده، مردم از او استقبال کرده، مطمئنا که از این برنامه هم مردم ما استقبال میکنه، هم حمایت میکنه و هم در کنار نظام خود استادگی میکنه. بناهن یکی از نیازمندی های مبرم است تا ما بتانیم اصلاح نوشتار به سطح کشور عزیز ما، خصوصا به سطح شهر کابل، و آن چیزی که زیبایی شهر متضرر میسازه جلوگیری از او هم صورت بگیره
از اینکه ما چرا جاده نادر پشتون را انتخاب کردیم، به خاطری که به خاطر زیبایی های از این جاده اقدامی صورت گرفته و در این راستا ما را همی همشهری های عزیز ما که در اینجا ساکن هستند، خصوصا می خیرخواه کمپلکس مسئولینش ما را همکاری کرده، پیاده‌روها بسیار زیبا و قشنگ آماده شد. انشاءالله که سیستم لایت و چراغش هم بسیار مقبول در نظر گرفته شده، کثافات و پیاده‌روهایی که در اینجا مسدود بود او هم بازسازی شد. امروز آمدیم با همکاری و هدایت جناب معین صاحب که همشهری های عزیز خود را آگاهی عملی بتیم تا جلوگیری از اشتهارات خلاف اصول و خلاف طرز العملی که کمیته ایجاد شده در هر سطح شهر کشور که صورت گرفته باشه باید جلوگیری شود. امروز ما کار خود عملا آغاز کردیم، نماینده های مارکت های مختلف در کنار ما هستند و انشاءالله العزیز که امروز توصیه صورت میگیره هر آن چیزی که کمیته در نظر داشت و تطبیق میشه. وطن استا د وجود بدر ملنا کو، وطن استا د وجود بدر ملنا کو، ست جوړ ونا کو ست بسات. دوستان عزیز، توصیه و برداشتن لوحه ها را دیدین؟ دوستان عزیز بریم ببینیم که مردم به خصوص باشنده ها و دکانداران این منطقه در مورد ای برنامه شهروالی کابل که نظم شهری است چی واکنشی دارند؟ با ما باشین. بخپلو وینو خلو دی جوڑو هیوادا تدا نڑی لشاروش کلی کو هیوادا. السلام علیک برادر، خوب هستین؟ وعلیکم السلام، سلامت باشی. و خیر باشین. میشه خود معرفی بکنیم ببینین؟ سمیر هستم، دیگه دکاندار جدی نام داشتم. خودت پیشتر دیدی که همی کمیسیون آمد، کمیسیونی که متشکل از یک وزارت اطلاعات و فرهنگ و شهروالی کابل و اکادمی علوم آمد، با شما یک راهنمایی که از شما را که مثلا کلماتی که در کلمات بیگانه در لوحه های شما نوشته است همون را شما پاک کنین، با جایش کلمات ملی را نوشته بکنین. شما از این اقدام خوش هستین؟ از اقدام خوش هستیم به خاطر از اینکه بعض لوحا ادبی نوشته نیست، انگلیسی گپوس، بعض مردم میتونه میفهمه که چی است چی نیست. یه بسیار چیز خوب است اگه پشتو نوشته شه یا فارسی نوشته شه، بسیار مردم واضح میشه و کلی چیزا میفهمه. سلام علیک برادر، خوب هستی؟ ساعتمن هستی برادر، خان وقت خوش. سلامت باشین. میشه خود معرفی بکنیم ببینین؟ برادر خان، من ساجی فرزین، یکی از دکاندارای شهر کابل. شما چقدر راضی هستین از عملکرد شهروالی کابل که آمد به خاطر اصلاح لوحه ها به شما را راهنمایی کرد که به جای کلمات بیگانه کلمات ملی در لوحه های خود نوشته بکنید؟ والا برادر خیلی خیلی چیز لازم باید شوه، از خاطر که ما شما صد تحصیل ممغانا به او اندازه نیست که هم دلیل و مشکل اینجگی میکنن، اما اوش لغت های مثل انگلیسی در بیگانه ها را آوردن و نمیشه که درک نمیکنه چی هنه چی بلا بسیار کار نیک، بسیار کار خوب، یک کار است که باید تصبایت شوه. شما راضی هستین؟ 100%، 1000%. یک چیزی است که گفتم که تا اطفال ما لوارا میخونه بعد از یک چیز بفهمه، یک چیز انگلیسی باشه، یک چیز لغت بیگانه باشه، کی میشه که از موضوع چیز درک کنیم بفهمیم چی یعنی؟ یک جای برنامه حمام باشه، یک چیز گبر با انگلیسی باشه، چی میفهمه که موضوع وقت بفهمه که ما یک جای میرن یک لوای سیاست رو موضوع قضا صد تحصیل ها جون بالا نیست. یک چیز بسیار کار نه، یک چیز کار خوب است، ولیکن یک مود شده تقریبا بگیم که یک بسیار معمول شده که بعضی ها میان کلمات خارجی یا کلمات بیگانه به خصوص کلمات انگلیسی و واژه های انگلیسی را در لوحه ها نوشته می کنند. شهروالی کابل چندین اطلاعیه پخش کرد به خاطر از اینکه دکاندار خودشان اقدام بکنه لوحه های خود اصلاح بسازن، اما طوری که دیده میشه هنوزم بعضی چیزی که بسیاری اکثریتی از لوحه ها هنوزم اصلاح نشده. شما اطلاعیه شهروالی کابل نادیده گرفتین؟ و یکی خوال من شخصا این بار اول هستم تا یک چیز اقدام میبینم و شنیدیم از خود زبان خودتان، ولی من اگر شخصا با من میبود من باید کار یک
ده سال پیش این کار میشد، اما چون حال ما بار اول است، اما چون برای ما تا حال طلایم نامده بوده و بیخی با ما شخصا اول نفس میشنم که کار شده. البته طلایا در صفحات مجازی مثل فیسبوک و یوتیوب چیزا نشر شده. بله، خود چون ما قضا که در دورتر هستیم قدر نمیبینیم، خب برای ما این کار شده. ولی صبح که خوشنیدیم خوشنیم واقعا کار نکشه. ولی ما لوی ما خونه به نام عثمان است، مردم میفهمه که اگر موبایل هم به جای یک چیزی که در خود ما میبودم اونم ذکر میکردیم، اما بعض لغاز که به لغت های انگلیسی است که اونم درستر نکردن، که اون بخی یک لغت است که خودشان پسان کنیم معنی دکان چی است نمیفهمن. بهتر یک کار شد که باید تست کنم. اولا مرتون یادواری کردیم بسیار کار خوب شد، ما خوش هستیم واقعا از کار شد، ولی که باید تطبیق شو این میکا سر هم اگی که تو نیکی یک دفعه میتونی یادواری شو برن و پس هم لغاز در جایش بنا، باید که تطبیق شو بهتر تر میشه انشالله پیگیری میشه. البته باید بگویم برادر که بعضی از واژه‌های تکنولوژی مثل موبایل و کلمات ما بدیلش نداریم در زبان خود، بنابراین کلمات استثناء است. سپاس از شما، تشکر. شکر، وقتتان خوش. سلامت باشید. السلام علیکم برادر، خوب هستید؟ سلام، صحتتان خوب؟ بخیر، صحتمند قراری، الحمدلله خوب هستیم، بخیر. سلامت باشی. نام چیست؟ نام احمد رشاد. احمد رشاد، شهروالی کابل اقدام کرده که بیاید امیل لوحه های شهر در سطح شهر، لوحه هایی که کلمات بیگانه به خصوص کلمات انگلیسی داره، بر دکاندارا گفت که این کلمات باید پاک شود، به جاش کلمات ملی پشتو یا فارسی نوشته شود. شما از این عمل کرد شهروالی کابل راضی هستین؟ بله راضی هستیم، چون ای باید، چون فرهنگ ما و امی نوشتار خود ما که از به فارسی و پشتو است، وایی که یک کلمه انگلیسی اضافه میشه یک چیز بیگانه است، وایی در امی بخش امورات کار و بار ما نباید درد باشه، چون همه ما شما باید از کلمات خود استفاده بکنیم، چیزی که در کتابای ما هست، چیزی که در فرهنگ ما هست، باید از اون استفاده شایی بهتر میباشه. نظر در مورد فعالیت های شهروالی کابل بخصوص در قسمت نظم شهر چی است؟ ای خوب بسیار کار خوبی است، هر قدر که نظم شهر داشته شهر نظم داشته باشه، این فرهنگ ما را، سویه شهرنشینی ما را، سویه زندگی ما را برای ما نشان میده. هر قدر که بی نظمی باشه خب معلوم داره، چون تحت نظر کشورهای جهانی هم فعلا قرار داریم، نظم ما را چیز ما را یا میبینند که ما با کدام سویه میتونیم شهر خود نگاه داریم و نگاه بکنیم، و این کار که شهروالی میکنه از این ما قدردانی میکنیم. تشکر از خود، سپاس. سلامت باشی، بخیر باشی، خودت هم همچنان خیر باشی. دوستای عزیز، برنامه را دیدین و همونطور نظریات و دیدگاه باشندگان شهر کابل و دکانداران هم شنیدین، همگی از این عملکرد شهروالی کابل راضی هستن. دوستای عزیز، باید بگویم که این کمیسیون چند پیش ایجاد شده بود به خاطر از اینکه یک نظم و انتظام در سطح شهر، یک زیبایی به وجود بیاید. خوشبختانه این کمیسیون امروز اقدام عملی خود شروع کرد که از منطقه جاده نادرپشتون آغاز کرده و همینطور در سطح شهر کابل این برنامه عملی میشه. دوستان عزیز، این بود برنامه امروز ما، تا دیدار بعد، خدا یار و نگهدارتان، موفق و سربلند باشید.